دیدم. با کی هستیم؟ با دکتر علی میرفردوس عزیز، شاعر، مؤلف، محقق، پژوهشگر و تاریخ نگار. درود بر شما دکتر میرفردوس. درود بر شما آقای مهبودی عزیزم. حال شما خوبه؟ بسیار خوبم. خدمت بینندگان عزیز شما عرض سلام و درود فراوان دارم. من در مقدمه اشارتی کردم به بحث‌های هفته گذشته، به ویژه وقتی پای آقای آل احمد به میان آمد، و گفتم که یک جوری برنامه قبل رو به برنامه شما وصل بکنیم. خدمت عرض کنم که مقدمه آغاز برنامه شما آقای مهبودی عزیز در رابطه با این سرنوشت شوم و در عین حال نامعلومی که جامعه ایران داره و خواهد داشت، منو به در واقع به اواخر دوران قاجار به اصطلاح می کشونه. چندی پیش با استاد دکتر صدرالدین الهی داشتیم صحبت میکردیم، همین سوال رو مطرح کرده بودن ایشون که بزنن به نظرت چی میاد، به کدوم دور شبیهه. من خیلی به این مسئله اشاره کردم که به دلایل عینی و نقلی، عقلی و نقلی، در واقع الان شرایط کنونی ایران خیلی خیلی شبیه به اواخر دوران قاجار، دوران احمد شاه قاجاره، و اینکه منافع ملی ما قربانی مصالح ایدئولوژیک، مذهبی، اسلامی و غیر و غیر شده در این سالها، یکی از به اصطلاح مساق‌های همین ایده است، همین باور. به اصطلاح من امیدوارم که به قول حافظ، یه باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. به هر حال این مقدمه زیبای شما، روشنگر شما، که از دل سوخته شما در واقع برخواسته بود، من خیلی متأثر و متحمل کرد در این حال. تشکر. دکتر میرفردوس عزیز، بار گذشته رسیدیم به آقای به شادروان آل احمد. شما فرمودید که نگاه من به آل احمد نه نگاه ادبی است و نه کارم ارزش گذاری آثار او، بلکه من بیشتر به اصطلاح به نگرش سیاسی آل احمد کار دارم. میخوام ببینم در نگرش سیاسی آل احمد جایگاه روحانیت کجاست؟ بله، خدمت رو عرض کنم که قبل از اینکه ببینیم این نکته اساسی بپردازیم آقای مهبودی، باید پرسید که نظر آل احمد درباره انقلاب مشروطیت چی بوده؟ و در واقع درباره خلعیت از روحانیت و درباره شیخ فضل‌الله نوری. جالبه، بسیار عالی. بله، خدمت رو عرض کنم که آل احمد به اصطلاح در واقع معتقد بود که ما باید به سرچشمه باز بگردیم، بازگشت به سرچشمه، بازگشت به خیش، بازگشت به فلسفه سیاسی تشیع. و از این زاویه برخلاف خلیل ملکی، او معتقد نبود که انقلاب و مشروطیت، ضعف های مشروطیت ناشی از ضعف های ساختاری و اقتصادی اجتماعی. او معتقد نبود که به اصطلاح این سلطه روحانیون شیعه و دخالت اونها در تدوین قانون اساسی مشروطیت بودی که عوارض بعدی رو به دنبال آورد، ضعف های بعدی رو به دنبال آورد. او معتقد بود، برخلاف معتقد بود که یکی از دلایل شکست انقلاب و مشروطیت دور شدن از آرمان های اصیل اسلامی بوده.
و یا فاصله گرفتن از سنت‌های بومی به دخالت روشنفکران غرب زده در تدوین قانون اساسی مشروطیت بوده. خصوصا یه تاکید میکنه، خصوصا علت شکست مشروطیت رو در کنارگیری روحانیت شیعه در امر حکومت و سیاست میدونست. اونجایی که آل احمد با ابراز تأسف از خلعیت از روحانیت شیعه در زمان مشروطیت، خصوصا در زمان رضا شاه که واقعا کارستان در این مورد در تفکیک حضور روحانیون، در بیرون راندن روحانیت و روحانیون از عرصه سیاسی و اجتماعی و خصوصا فرهنگی به عدلیه، دادگستری و غیر و غیر، اونجا آل احمد میاد میگه درباره اون شیخ شهید، یعنی شیخ فضل الله نوری، درباره شیخ شهید یعنی شیخ فضل الله نوری که در واقع سلف آیت الله خمینی بوده، آل احمد میاد میگه که خلعیت از روحانیت حاصل اصلی مشروطه بوده، به گویا امروز ما حق داریم که نظر شیخ شهید را صائب بدانیم که به مخالفت با مشروطه برخاست و مخاطرات اون را برای روحانیت گوش زد نمود. بعد میاد میگه من نقش اون بزرگوار، یعنی اون نقش شیخ فضل الله نوری که در میدان توپخانه به وسیله مردم اعدام شده بود در واقع، و من نقش اون بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی بر بام سرای مملکت افراشته شده است. نگاه آل احمد به جایگاه شیخ فضل الله نوری در واقع فکر، حالا مثلا به طور کنکرت به سوال شما داریم نزدیک میشیم، در واقع فکر وحدت حوزه، یعنی حوزه علمی یوم آیمه بودی، وحدت حوزه با دانشگاه و روشن فکران از همین زمان در عقاید سیاسی آل احمد نهادی نشده که نمونهاش رو ما در کتاب غرب زدگی و یا در کتاب خدمت به خیانت روشن فکران داریم میبینیم. این کتاب خدمت به خیانت روشنفکران، آل احمد به طور مؤکد تأکید میکنه که خیانت روشنفکران دور شدن از مبانی اسلامی و اندیشه‌های اسلامی و ارزش‌های اسلامی است. بنابراین ما باید به سرچشمه بازگشت به خیش بکنیم، در واقع نوعی بازگشت به خیش را چه میگن شخم و نمیدونم بیلو اینا بوده، بازگشت به خیش. دکتر میرپتروس، من با گفتم دکتر نوری الان صحبت میکردم، خب چون رفت آمد داشت میرم به منزل آقای آل احمد، آل احمد نه نماز میخونه نه روزه میگرفته، عرق خورم که بوده، اعتقاد مذهبی هم نداشته، این افکار و اندیشهاش صرفا ناشی از دشمنیش بوده با حکومت شاه که حاضر شده این خط رو طی بکنه فقط بتونه از این طریق به حکومت لطمه بزنه، یا نه از سر صدق واقعا این حرفا رو میزده؟ چون به نظر نمیرسه آدمی که خودش اعتقادی نداشته آخه چطور این همه مذهب رو ترویج میکرده در افکار خود، در به اصطلاح آثارش. خدمتون، هر دو وجه میتونه باشه آقای میبودی عزیز. در آدم سکولاری بودم تو کشوری که اهل نماز و روزه و اینا نبوده، ولی این وجه دوم، یعنی وجه سیاسی اندیشه های آل احمد در مبارزه با رژیم پهلوی در مبارزه با رژیم شاه اولویت بیشتری شاید داشته، به همین جهت که میاد، یعنی فکر میکرده از طریق مذهب بهتر میشه شاه رو زد. دقیقا با توجه به مجموعه درک ها و دریافت هایی که اون داشت از زمان مشروطیت به بعد. خدمت عرض کنم که وقتی این شعار وحدت حوزه
و دانشگاه رو ما میبینیم در افکار و عقاید سیاسی آل احمد، ببینیم که این شعار بعدها به یکی از اقدامات اساسی آیت الله خمینی، به یکی از شعارهای اساسی آیت الله خمینی مبدل میشه. شد وحدت حوزه، حوزه علمی قم با دانشگاه و روشنفکران. شما وقتی آقای مهدی عزیز این فکر آل احمد رو با روشنفکران عصر مشروطیت به خصوص رضا شاه مقایسه میکنیم، میبینید که واقعا تفاوت ره از کجاست تا به کجا. من در جلساتی پیش، در سالی پیش در خدمتتون بودم، در همین برنامه یاران عرض کردم که روشنفکران ایران یک قرن از روشنفکران عصر مشروطیت عقب بودن. به این اعتبار بوده هر قرن روشنفکران عصر مشروطیت و خصوصا زمان رضا شاه به تجدد و توسعه ملی می اندیشیدند و نگاهشون به اروپا، به غرب بود، به تحولات اساسی در غرب بود. این روشنفکران خصوصا آل احمد نگاهشون به 1400 سال پیش و نگاهشون به کعبه و مدینه فاضله و غیره بود. مثلا بارها اشاره کردیم ولی لازمه که یه بار دیگه اشاره بکنم، عارف غزوینی درباره ضرورت تضعیف مقام به منزلت آخوندها در جامعه، کاری که رضا شاه کرد، ضرورت تضعیف مقام به منزلت آخوندها در جامعه، غزوینی، عارف غزوینی میگفت تا که آخوند و غجر زنده در ایرانند، تا که آخوند غجر زنده در ایرانند، این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد. یا یه جای دیگه میاد میاد می که ایران به روزگار تجدد چه داشت گر مفتی و شیخ و مفت خور و روزخان نداشت. ایران به روزگار تجدد چه داشت گر مفتی و شیخ و مفت خور و روزخان نبود. بیا میاد میگه که کار عمامه در این ملک کله برداریست. اینه که شما اشاره کردین نوکیسه ها در آغاز برنامه که کشور ما رو بر باد دادن. کار عمامه در این ملک کله برداریست، نیست آسوده ار شیخ مکلا نشود. و رضا شاه آمد تمام اینها رو برداشت و حذف کرد، نهادهای روحانیت، اوقاف و غیره، خصوصا دادگستری، دانشگاه و غیره، یعنی همه اینها رو از چنگ روحانیت گرفت و اصلا گفت شما باید مکلا بشین. یا در جای دیگه جمله شعر بسیار زیبایی داره عارف که یادآور شرایط امروز ایرانه، یادآور شرایط امروز ایرانه. اونجا خطاب به همین آخوندها، همین شیخ ها میگه، میگه برو برو که جغد نشیند بخواند، ای شیخ چه خانه ها که تو محتاج بوریا کردی، چه خانه ها که تو محتاج بوریا کردی. زندگی مردم رو، سرمایه های مردم رو، خونه های مردم رو مصادره کردن و غیره. یعنی میخوام بگم با عقایدی مانند وحدت حوزه و دانشگاه بود آقای مهدی عزیز، که وقتی سرنگونی رژیم شاه توسط کمپانی های بزرگ نفتی، بعد یه مقاله دارم، مقاله مفصلی دارم در سرش تحت عنوان کودتای کمپانی های نفتی، کودتای عربستان و سعودی و آمریکا به کمپانی های نفتی علیه شاه. وقتی که به صورت سرنگونی شاه کلید میخوره در راه روها یا در محافل آمریکایی، اندیشه های ضد تجدد و ضد غربی به اصطلاح آل احمد، روشنفکران مانند آل احمد، بستر مناسبی بودن در واقع
که حتی روشنفکران غیر مذهبی ما رو واداشت که با توده های عوام، با توده های ناآگاه، توده های افسون شده که در خیابون ها میگشتن فریاد بزنن. همین روشنفکران دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. هر حال این خلاصه‌ای بود از منظومه فکری آل احمد در باره روحانیت. هفته پیش ما در مورد سلیل ملکی صحبت کردیم، تلفن‌های زیادی شده بود، پیام‌های زیادی رسیده بود که پرسیده بودن که آثار سلیل ملکی، کتاب‌های سلیل ملکی چیه؟ مقصد عرض بکنم که به خاطر محدودیت های تاریخی و خصوصا تبلیغات شدید به سرکوب گرانه حزب توده علیه خلیل ملکی، متاسفانه خلیل ملکی فرصتی پیدا نکرد، فرصت چندانی در واقع پیدا نکرد تا آخرین افکار و عقایدشو تدوین بکنه آقای میبودی، یا به نقد همه جانبه مارکسیسم به چپ وابسته به شوروی بپردازه به اصطلاح. اما به نظر من ایران دوستی، شجاعت اخلاقی، واقع بینی و سکولاریسم خلیل ملکی امروز برای همه ما، برای همه روشنفکران ایران میتونه الگویی باشه. در واقع خلیل ملکی من فکر بکنم 14-15 کتاب و تعلیف و ترجمه داشته که از جمله من میتونم اینا رو نام ببرم، تانگه که در ذهنم هست، نامه های خلیل ملکی، خاطرات سیاسی خلیل ملکی، درس های 28 مرداد که ضعف های جنبش ملی، ملی شدن صنعت نفت رو عنوان میکنه، نهضت ملی ایران و عدالت اجتماعی مجموعه مقالاتشه، و بعد ترجمه های مثل نقش شخصیت در تاریخ مال پلخانوف، قهرمانان تاریخ مال سیدنی هوک، و انقلاب ناتمام مال ایزاک دیچر، و غیر و غیر که یا مثلا فرهنگ اصطلاحات اجتماعی، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی، و کتاب سیاه گرسنگی خوزه دو کاسترو. اون زمان ترجمه کرده بود، همشون هم در ایران به اصطلاح منتشر شدن. جالب. این بود اصطلاح پاسخی به این دوستای ما که میخواستن در این مورد دنبال کتاب های آقای خلیل ملکی. تو چون میفترس فرمودید که بین روشنفکران عصر مشروطه و روشنفکران عصر انقلاب اسلامی تفاوت‌های عمده وجود داشت. او طرفدار یک نظام لائیک بود، روشنفکران عصر مشروطه بعد معتقد بودند که هر چیزی که دریافت شدنیش و به سود ایران بعد دریافت کرد، بعد معتقد بودند که سنت‌های به درد نخور و دور ریخ، در حالی که ما میرسیم به یک دوره‌ای بعد از 100 سال که روشنفکران ما هم نظام سنتی میخوان بومی بشن، میخوان قطع ارتباط بکنن با دنیا، با دنیا قهر میکنن، طرفدار یک نظام ایدولوژیک میکنن، و از همه بدتر این که با اینکه گروهشون مارکسیستن، گروهی میانه رو هستن، گروهی ملیگرا هستن و گروهی فارغ التحصیلان مهمترین دانشگاه های جهان، مراکز علمی دنیا، طرفدار یک نظام مذهبی میشن، سفت و سخت هم پشتش میستن. میخوام ببینم هیچ ریشه یابی کردید چرا یک بار روشن فکر ما در 100 سال پیش با چنین اندیشه ها و با چنین ساختار فکری وارد صحنه میشه، به چنین روزگاری میرسه؟ دلایلش چیه؟ به چه جهت؟ زنده یاد علامه ده خدا در نامهاش اشاره میکنه، خطاب با آیندگان، خطاب به ماست در واقع. بله. میگه که ای آیندگان، ما با رنج و مرارت بسیار این غول مذهب رو در شیشه کردیم، بنابراین بر شماست، بر شما
آیندگانه که نذارید این غول از این شیشه در بیاد دوباره و استیلا پیدا بکنه به زندگی فرهنگی، سیاسی، نمیدونم اجتماعی روزمره مردم، روزمره مردم. شما حتی نمیتونید دخترهای ما، پسرهای ما، بچه های ما حتی نمیتونید در ایران لباس معمولی بپوشن، دلخواه بپوشن. اونو اون زمان ده خدا هشدار داده بود و درست بود به اصطلاح. این که نمیدونم چقدر فرصت داریم ما الان، میتونیم بریم برگردیم دکتر میرفتروس. بله من میتونم. بسیار عالی. خب همینانم با آقای دکتر علی میرفتروس هستیم. آقای دکتر میرفتروس در اروپا سکونت دارن. امیدوارم یه روز بتونیم اینجا ببینیمشون. هروی از بازارچه عبور میکنیم و برمیگردیم. اگر پرسش هایی دارید با آقای از آقای دکتر علی میرفتروس، هم میتونید از طریق سامانه ایشون روی اینترنت علی هست اینجا info@mirfetros.com میتونید مستقیما و از خودشون سوالا رو مطرح کنید، ایشون در تلویزیون پاسخ خواهند داد. و اگر هم پرسش هایی دارید در رابطه با به اصطلاح مباحثی که در این برنامه مطرح میشه، میتونید به شکلی هم با تلویزیون پارس سر میان بگذارید یا باز با خود آقای میرفتروس. تا لحظات دیگه آن شما. خب داشتید میفرمودید که قاضی بدونیم چرا به چه جهت روشنفکر 100 سال پیش اون اندیشه ها رو داشت و روشنفکر این دور و زمانه ما چنین تفکراتی. خدمت رو عرض کنم که من وش عمده رو بیشتر ایدئولوژیک شدن جامعه روشنفکری ایران در اون زمان میدونم. با شما کاملا موافقم. دقیقا انگوش گذاشتی روی یک نکته بسیار درست و اساسی. بله کاملا درست. یعنی استیلای ایدئولوژیک حزب توده در اون زمان در واقع هر گونه اندیشیدن رو از روشنفکران ما به اصطلاح دریک کرده بود، من کرده بود. وقتی میگن ایدئولوژی یعنی یک از معانی ایدئولوژی یعنی آگاهی کاذب. شما دیگه احتیاج به اندیشیدن ندارید. اون زمان روشنفکران دوره مشروطیت در زمان رضا شاه همه برای مشکلات بومی و منطقه‌ای و ایرانی خودشون اندیشه می کردن، راه یابی می کردن، چاره جویی می کردن. نه اینکه لنین چه گفته، مارکس چه گفته، این چه گفته. خدمت رو عرض کنم که یعنی در واقع اندیشه روشنفکر اصل مشروطه، اندیشش به خودش تعلق داره، بر پایه تجدد خواهیست، در حالی که روشنفکر دوره ما در نسخه ها رو از بیرون دریافت می کرد. دقیقاً در همین زمانه به همین علتی که همه برخلاف روشنفکران عصر مشروطیت همه به جای اندیشیدن نقل قول میکردن. درست. همه به جای عقل نقاد روشنفکران دو عصر مشروطیت زمان رضا شاه همه به جای عقل نقاد آلوده به عقل نقال شده بودن. عقل نقال، مارکس چی گفته، لنین چی گفته، بدتر از همه نمیدونم انور خوجه چی گفته و هیروید هست دیگه در اسناد و آثار و دوستان. این وجه ایدئولوژی که به اصطلاح روشن فکران ما در واقع روشن فکری رو از اصل خودش، از معنای خودش تویی کرد. این افکار و اندیشه ها در واقع آقای مهبودی عزیز میخایی بودند بر تابوت نوزاد تجدد به توسعه ملی در ایران، تابوت نوزاد زمان رضا شاه یا زمان روشن فکران عصر مشروط زمانی که نگذاشته بود. که منظورم اینه که با این شماست که به اصطلاح ما
الان هم به نحوی دچار این مشکل هستیم. وقتی میخواییم به مسائل ایران اشاره بکنیم، به مسائل بومی و منطقه‌ای به ملی خودمون اشاره بکنیم، دچار به اصطلاح این همانی و اشتباه و التقاط میشه. یعنی که یعنی ما طول و عرض جغرافیایی و مختصات تاریخی مشکلات ما رو متوجه نیستیم، بسیار از دوستای ما، و به همین جهت وقتی میخوایم بگیم مثلا انتقاد بکنیم از دوران رضا شاه یا محمد رضا شاه، میگیم مشروطه پادشاهی انگلستان، مشروطه سوئد مثلا، و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنن و مشتبه در واقع میکنن، در حالی که هیچ ربطی، هیچ شباهتی این دو جامعه با هم دیگه نداشتن به طور کلی. خدمت عرض کنم که یا مثلا در همین بحثا هست که دوستای ما خیلی معتقدن که نمیدونم تا قبل از رضا شاه همه چیز خوب بود، همه چیز رو به راه بود، ایران هم آزاد و آباد بود و هم ما دارای پادشاه مشروط خواه و دموکراتی به نام احمد شاه قاجار بودیم. هست تو اسناد این دوستان هست. ولی با آغاز پادشاهی رضا شاه تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت برباد رفت. اینو دوستان معتقدن، دوستای چپ ما خصوصا معتقدن. خدمت عرض کنم که در حالی که نگاه میکنیم که اصلا با آغاز پادشاهی رضا شاه اصلا چیزی به نام مشروطیت وجود نداشت تا رضا شاه اونو تعدیل بکنه، آبادی وجود نداشت تا خرابش بکنه، نهادهای مدنی وجود نداشت تا رضا شاه درش تخته بکنه. به اصطلاح یک احمد شاهی وجود داشت، پسر محمد علی شاه، که در واقع حقوق بگیر و مواجب بگیر دولت انگلیس بود و بعد ولیعهدش در واقع مرزا حسن قاجار با دولت انگلیس قرارداد بسته بود که گفتگو کرده بودن که شما خوزستان رو اشغال بکنید، فقط در ماه یک مقدار یه مبلغی به من بپردازید. اصلا اینا ارق ملی نداشتن به طور کلی. حالا من میخواستم بحث رو ببرم به اصلا از آغاز قرن بیستم که ما چطور به اصطلاح از اون دوران قرون وسطا به انقلاب مشروطیت و بعد به دوران رضا شاه رسیدیم به طور کلی. یعنی در اون شرایط تاریخی و محدودیت های تاریخی بوده که بازم عارف قزوینی میاد، میگه که خرابه ای شده ایران و مسکن دزدان، کسی که داره از ایران امروز داره صحبت میکنه، خرابه ای شده ایران و مسکن دزدان، کنم چه چاره که اینجا پناهگاه من است، اگرچه عشق وطن می کشد مرا، اگرچه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیر خواه من است. بعد میاد میگه حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرند، در این میان من و صد دشت زن صفاه من است. یعنی وقتی اینجور نگاه بکنیم که رضا شاه از درون کدوم منظومه به محدودیت تاریخی جوشیده، بعد یه نگاه دیگری، یک ارزیابی دیگری به اصطلاح خواهیم داشت. به همین جهت من به مسئله داشتن متدولوژی در بحث های تاریخی خیلی اعتقاد دارم. آقای مهودی عزیز، یعنی میگم که متدولوژی، شما اگه متدولوژی نداشته باشین مثل معماری است که نقشه نداشته باشه، نقشه بنا نداشته باشه. بنابراین وقتی اولین سنگ رو، اولین خشت رو شما میذارید، تا بعد میذارید تا ثریا میرود دیوار کج. به اصطلاح شما در آغاز این برنامه امروز با مقدمه جالب و ارزشمندتون اشاره کردیم این نوع کیسه ها، به اینهایی که به اصطلاح منافع ملی ما رو مصالحه کردن با منافع ایدئولوژیک یا هدف های ایدئولوژیک خودشون.
در کشورهای دیگه ما داریم میجنگیم، در کشورهای دیگه داریم سرمایه گذاری میکنیم، در کشورهای دیگه داریم خرج میکنیم، از نان شب مردم ایران داریم ور میداریم و اونجا داریم خرج میکنیم. به اصطلاح به همین خیلی شبیه عرض کردم که خیلی این دوران خیلی شبیه به دوران قاجار هاست، خیلی خیلی شبیه به دوران قاجار هاست و در همین دور است که به خاطر استیلای علمای دینی بر دستگاه حکومت و با تحریک مجتهدین و علمای مذهبی اون جنگ معروف ایران با روسیه رقم خورد و باعث به اصطلاح از دست رفتن 17 شهر قفقاز شد و اصلا جدایی ایران، تجزیه ایران بزرگ آقای میبودی عزیز از همون زمان شروع شد، از همون زمان شروع شد. بعد حاکمیت دریای خزر هم به روس‌ها، مثل الان به روس‌ها در واقع داده شد، انگلیسی هم که به اصطلاح خلیج فارس اختیار داشتن. میخوام اینه بگم که به اصطلاح این منظومه بقایت قوانگیز ما رو باید به امادار به تفکر و تأمل وادار بکنه. نامه از اصفت علیشای قاجار، میخوام بگم ما از کجا اومدیم، ما از کجا آمدیم؟ اینقدر خودمون رو مقایسه با انگلستان و سوئد و جای دیگه نکنیم. فتحعلی شاه قاجار در نامه این خطاب به سفیرش در استانبول در اوائل قرن 19 بله میگه که سفارت مآبا. میخوام بگم این به یه بحث خیلی کشافی دارم در کتاب خودم تحت عنوان ملاحظاتی در تاریخ ایران، یه بحث کشافی دارم درباره استیلای حکومت هزار ساله به اصطلاح ایلات اشاعر بر ایران. به این استیلای هزار ساله فرهنگ و اندیشه و اخلاق خودش به هر حال تأثیرات خودشو گذاشته به میذاره بر این جامعه. بعد فتحعلی‌شاه قاجار میخوام این پادشاهی مملکت میخوام این جهانبینیشو شما نگاه بکنید، میگه سفارت ما با وسعت ملک فرنگستان، یعنی اروپا، وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ ثانیاً فرنگستان عبارت از چند ایل نشین یا چادر نشین است؟ خوانین و سرکردگان ایشان کیانند؟ آیا سوال جالبه، آیا فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است؟ ایلات بناپارت نام کافری، بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند کیست؟ چیکار است اصلا؟ این که میگویند مردم انگلیس در جزیره ای ساکنند و کوچ نمی کنند آیا راسته؟ آیا لندن، جالبه، آیا لندن جزی از انگلستان است یا انگلستان جزی از لندن؟ آخه ببینید این هاست. بعد خیلی جالبه، تمام هموغم و نمیدونم نگرانش اینه احسن طرق راه ها، احسن طرق برای هدایت فرنگیان و گمراه به شاهراه اسلام و بازداشتن ایشان از اکل میت به لحم خنزیر، یعنی خوک این جهان بینیست دیگه. ما از درون این منظومه انقلاب مشروطیت، از درون این قرون وسطای تاریک و عقب مونده در میاد و بعد میاد به دست به اصطلاح رضا شاه میرسه و اینم در زمانیش که مثل این حرفا در زمانی گفته میشه که اروپا مراحل تازه‌ای از پیشرفت و تمدن و اکتشاف و اختراعات علمی رو داشت پشت سر میگذاشت به اصطلاح، در حالی که جهانبینی به اصطلاح سلاطین قاجار آنچنان محدود بود، آنچنان عجب مانده بود که فکر میکردن مثلا آمریکا، این خیلی جالبه، میگفتن فکر میکردن که آمریکا در عمق زمین قرار داره، به طوری که فتحعلی‌شاه قاجار به هنگام شرفیابی قنصول انگلیس از اون میپرسه که چند ذر
چند زر باید زمین را کند تا به ینگ دنیا رسید، یعنی به دنیا، به آمریکا رسید. به چاهی باید بزنیم برسیم. ببینید آقای میبودی عزیز، یک مقدار انصاف، اعتدال، نسبیتگرایی خصوصا کاملا بود. همه دوران رضا شاه رو ما چیز نمی کنیم، ولی میخوام بگم به اصطلاح ما با چنان فلاکت و افلاس و بدبختی و محدودیت هایی بوده که به تدریج به انقلاب و مشروطیت رسیدیم که ناکامون، و بعدم به دوران رضا شاه رسیدیم که در واقع تحقق بخش بسیاری از آرمان ها و اندیشه های انقلاب مشروطیت بوده. و به همین جهته، و به همین جهته با این محدودیت های ساختاری، با این محدودیت های تاریخی، و خصوصا آقای مهبودی عزیز، به خاطر حضور و حاکمیت ملاها، حضور و حاکمیت ملاها در جامعه بوده که رضا شاه خواست برای بیرون کشیدن ایران از این مرداب قرون وسطایی، از این مرداب قرون وسطایی چیکار کرد؟ دست به تجدد آمرانه زد. بله، تجدد آمرانه. خب دکتر بنفتوس، تا همینجا رو داشته باشیم. تجدد آمرانه یعنی تجددی که از یک کانون هدایت بشه و امریکت گسترده بشه. تو اینجا رو داشته باشید. همگرانم گفتگو با دکتر علی میرفردوس، گفتگوی فوق‌العاده جالب با این شخصیت نازنین رو ادامه میدیم. بنابراین حرف آقای دکتر میرفردوس اینه که وقتی میخوایم تحقیقات تاریخی بکنیم، باید مشخص باشه که ما از چه متدی قراره بهره گیری بکنیم. قراره بی‌طرف باشیم، قراره با طرف باشیم، قراره عینک به چشم بزنیم، عینک ایدئولوژی، یا اینکه نه واقعا قراره که از سر صدق مسائل تاریخی رو بررسی و بررسی بکنیم تا بتونیم در واقع به نتایج درستی برسیم. بعد دیدم پاره از دوستان ما وقتی مثلا تاریخی رو بررسی میکنن، مربوط به گذشته های دور، مثل عمل جراحی دیگه، با لیزر میرن به سراغ گذشته. نه، باید به همون ابزار گذشته، گذشته رو جراحی کرد. این خیلی مهمه، خیلی اساسی است. خدا نگهدار دکتر میرفردوس عزیز. خدا نگهدار، خدا حافظ.